نتزون، ارائه کننده بهترین خدمات اینترنتی و رابطه جهانی شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقتتان بخیر. با سرویس خبری ساعت 6 خوش آمدید. در این برنامه من شکیلا فرحمن همراه با همکارانم همت اللهی میثاق و زهره اختری با شما هستیم. تا پایان برنامه با ما باشین. اما پیش از همه سرخط خبرهای تازه از افغانستان و جهان. حمله کوچی های مسلح بر روستاییان بیدفاع در بهسود. منازل مردم در بیش از 30 روستا آتش زده شده است. کاهش گراف اختطاف و حملات تروریستی در کابل. در یک هفته آدم ربایی و حملات تروریستی در کابل دیدن نشده است. آفت طبیعی به کمک مبارزان با تریاک شتافته است. 70% را آفت از بین برده و 30% باقی مانده است. تأکید بر ادامه برخورد با معترضان دولت تایلند. تیراندازی برای دفاع از دولت حق اردو است. و مذاکرات هسته‌ای ایران وارد مرحله پایانی خود می شود. آیا تهران این بار کوتاه خواهد آمد؟ امروز یک شنبه 26 ثور سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 16 ماه می سال 2010 میلادی. مجموعه خبری این ساعت را با گزارش از حمله کوچی ها به مناطق در ولایت میدان وردک. کوچی های مسلح در بخش های از ولسوالی های بهسود ولایت میدان وردک حمله کردند. باشندگان محل می گویند که کوچی ها با سلاح های سبک و نیمه سنگین مسلح و ده منزل مسکونی را آتش زدند. بنابر گزارش های اولیه مردم محل به مناطق همجوار از جمله کابل فرار کردند. از تلفات و خسارات وارد شده بر مردم به دلیل ترس و وحشتی که ایجاد شده گزارش دقیق در دست نیست. عزیز مبشر با جزئیات بیشتر. شماری از روستایان در ولسوالی های بهسود شب سخت را سپری کردند. کوچه های مسلح حوالی ساعت 2:30 شب گذشته به بخش های از این مناطق در ولایت میدان وردک حمله کردند. تشویشی که مردم پیش از فرارسیدن بهار بر آن تاکید کرده بود و سرانجام به واقعیت تبدیل شد. باشندگان محل میگویند که هنوز هم پیشروی و حمله مسلحانه کوچه ها به دیگر مناطق ادامه دارد. مردم محل مدعیان که حدود 30 روستا توسط کوچه ها با سلاح های نیمه سنگین آنان به آتش کشیده شده است. آنچه که در 2 سال پیش نیز صورت گرفته بود. تکرار سیاست زمین سوخته پس از گذشت نزدیک به 1 دهه. در وضعیت در بهسود خصوصا در دایمرداد بسیار وضعیت نگران کننده یا چنان ظلمی خواهش را این مردم ها در هر وقت از این مردم به روشت سایت حدودا در خانه 35 قریه را سایت آفیش دارن خانه شده در حواسه این مردم ها یا آنچه دار ندار از این مردم بودن و کلش به فراج بودن. باشندگان مناطق آسیب دیده میگویند تا کنون کسی به داد آنها نرسیده است. از خسارات و تلفات وارد شده بر اثر حمله کوچه ها به بهسود نیز معلومات دقیقی در دست نیست. اما هزاران تن از باشندگان محل به مناطق همجوار بهسود فرار کرده و حتی بار و بستره دهنشینان بهسود تا کابل هم رسیده است. برای جلوگیری از این همه پاسخ وزارت داخله اما چنین است. درست است که مشکل وجود ایجاد شده، ولی برای حل از این مشکل یک کمیسیون جدای ایجاد شده بود که مسئولیت به او کمیسیون سپرده شده بود. پلیس در موضوعاتی که سیاسی باشه، قومی باشه و امثال ازی دست نمیزنه. وظیفه ما نیست که ما اجراءات قومی و اجراءات سیاسی داشته باشیم، ولی بدون شک هر کسی که قانون را زیر پا بکنه و کوشش بر ای داشته باشه تا خلاف ورزی از قانون بکنه، این مسئولیت پلیس است تا وارا نگذارن و مورد پیگرد قانونی و افراد متخلف قرار بتن. ما که خودم در ساحه هستم و همینجا خودی ساحه در مداد هستم و همین لحظه بطور شدادن هیچ گونه کاری در ارتباط حل قضای آیا در قسمت جلوگیری تاخت و تاز و شفاول و غارتگری از این مردم نه طرف قماندانی امنیه ولایت کنه
کنم تلاش کنم موضوع تجدید شده. ما طرف ولسوالی که در نزدیک ما در همجواری ما بسیار فاصله کم داریم با ولسوالی. نگرانی ها به اینجا خلاصه نمی شود. آنچه بزرگان محلی در بهسود می گویند نام از کوچه هاست، اما ریشه این فاجعه از جای دیگری آب می خورد. یک فاجعه از افواری را ما پیشبینی میکنم در این قسمت. ما در این بار از کوچه ها تقصیصن تعداد کثیری از طالبایی که مثلا می خواهند که به شکل از اشکال مناطق نام بسازه و دفعات نفوذی خود مثلا زیاد کنند، آسیب پذیری دولت زیادتر کنند، زیادتر طالبا نقشه تا کوچه. گفته می شود که اگر به این وضعیت رسیدگی نشود، جلوگیری از آن به زودی از توان دولت بیرون خواهد شد. دو سال پیش نیز کوچه های مسلح به این مناطق حمله کرده بودند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از هر دو طرف شد. دولت کمیسیونی را برای رسیدگی به موزل کوچه ها موظف کرد که آنها نیز کاری را از پیش نبردند. گزارش که چند لحظه پیش در دست ما رسید حاکی از آن است که یک هیئت از سوی دولت همکنون در ولسوالی بهسود رسیده و فعلا با ورود این هیئت ظاهرا اوضاع امنیتی آرام گزارش شده است.